بهری شما وطن ها برای شما بهادری غفورزاد. من بهادری گلم با چشم گیر یا نامدن با چشم گیر. یک سرودی بهادری غفورزاد رو زمزمه کردم با نام من بدیداری گلم. و خوشبختی بهادری غفورزاد در چی بود که همین سرود رو مال خودم نگفت. درباره بهادر وقتی میخوام حرف بزنم پیش از همه من حس میکنم که برای دودری خودم حرف میزنم. وقتی که نام او را به زبان میگیری جوانی خیلی با ذوق با شوق کشاده چهره با انتظام خیلی سازی ته اینا. هر یک سرده او میخواند از قلب و میشود. بهادر رو من از اون مکتب خونه میشناسم، یعنی که در یک مکتب تحصیل کرده ایم در شهر دوشنبه. بهادر جون اما چی میگم بهادر جون خیلی بچه که همی خیلی چی میگم بچه که همی خپا که همی آید دستش همه کار میبین لیکن همی زبون شیرین دوره همی کشمده معقوله. خصلت خوبی بهادر جون البته در بین دوستانش معلوم است. چه خصلت خوب دارد بهادر جون؟ خصلتی که همه وقت با چهره کشود دوستانش رو قبول میکنند. خوبی داره که حس داره. صنعتکار یکم درجه این بود حس داشته باشه. راب دیگه ما همی خدی با بهادر جان در خود بی شهر برلین آلمان یه جای خدمت کردیم جنگی بزرگی و دلیل هم هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، ولی به هنر هر جا که رود پستی بیند لقمه چیند. سلام علیکم همه یا مخلصان که شخصا برادر عزیز ما بهادر جان رو میشناسم. هی وقتی که امید جان مرا به این کلیپ کلیپی که باید به نوار میگرفت دعوت کردن و من باور کنید خیلی خرسند شدم، چونکه من آرزو داشتم که مادران خوشبخت رو در صحنه، در کینو، در تلویزیون کلیپ باشد می، فیلم باشد می ثبت کنم و همین روز من به مقصد رسیدم، چونکه سرود بهادر جان، سرود مادر به من خیلی پسند آمد و باور کنید من این سرود رو گوش کرده با یادم فرزند خودم آمد صمد جان. و همه بیشو مادمه که اول مادر بزرگ است و ما نمیتونیم یکون سخنی بزرگ یکون سخنی شیرین نگفته و به همه لحظه که اما مهربانی های مادر اومد و مادرمون یاد کردیم مادر بزرگمون رو بعد یکی اومد. هر لحظه و هر ساعت بی خوابی و ناراحت مادر نبینی غربت دنیا به تو میزیبد. سرودی که در وصف مادر بخشیده و اون را به ثبت گرفته پیشکشی بینندگان گردوندن، این هم یک تأثیر بسیار هم خوب است برای میر محبت زندگی، برای میر محبت فرزند و مادر. و اگر میخواهی بزرگ فرموده است که یعنی اگر خواهی که روی جنت را بینی، یعنی این هم حدیث است، حدیث پیغمبر است،
همیشه باید خدمتی پدر و مادر رو بجا بیاری و از اون لحاظ که من شاهد هستم که بهادر جان دائم دعای مادر رو میگیرند، دعای پدر رو میگیرند. من زمزمه کردم این سروده وای آواز آوازی بهادر غفورزاد بود، لیکن وقتی که من در زیر آوازی بهادر غفورزاد میخوندم، تصور کنید من از بهادر بخش میپرسم، فکر میکردم که این لحظه بهادر نبود، بهادر نمیخوند، این رو خودی من میخوندم، زیرا که چقدر شخصا به دل من نزدیک خواندگی بود و یک جای خیلی وای دارد، همین سرود کشیشی آواز دارد، کشیشی آواز دارد، اگر همون جای اهمیت چنان نیز من در زیر همین آوازی بهادر در آمدم که باور کنید که همین فکر میکردم که من خودم خوانده ایستادم. وقتی که محترم رژیسیار امید جان سه کادر گرفتن، گفتن که بس، بسیار میخواستم که باز 5-6 کادر دیگر گیرن تا تشنگی من از همین سرود شکنن. و در بعضی تویه ها وقتی که میرفتیم با من مراجعت میکردن که اکه اون بایت خوانید، کدام بایت، اون بایت شما است که بهادر غفورزاد میخوند. وقتی که من اجرا کردم این سرودی بهادر غفورزاد رو، بهادر غفورزاد گویا از من رنجیده باشد، نه، این شاید یک آوازه بیش نیست، شاید یک هنگامه بیش نیست، بچونه چرا، این یک آوازه است، این یک هنگامه است. با مصلحت تو، با دستگیری بهادر غفورزاد، همین کلیپی که کردیم مدت 5 روز با رژیسورمون امید جان 5 روز ما دوادو کردیم و 5 روز بهادر غفورزاد با همه هیئت انسمبلش، با همه اون اسباب و اون مثلا اسبابای موسیقی در خدمت ما بود و حتی خودش در اونجا هم خوراک نهار و هم پیشین و هم شام رو تشکیل میکرد برای زیاده از 20-25 نفر. 5 روز این رو هر کس هم نمیکنه، میگوید من میبخشید منو، من همین خودتونم بیزار، از همون تقلیدتونم بیزار و من خلاص. 5 روز با ما همکاری کرد و 5 روز در رو پروی من در صحنه و وای در زلی تماشابین من میخوندم، باید برابری من میخوند، او رقص میکرد، من از صحنه استوده حرکت های بهادر رو دویم باره تکرار میکرد. خیلی شد هستم این روز از بردباری ها و از موفقیت های دادر عزیز و با وجود این همه که من همچه دادر بهادر رو دوست میدارم، بهادر من رو استاد خود میحسابد و در همه جا حرمت من رو به جا آوردگی است و امروز ها خیلی کارش خوب است و من همچون استاد از شاگردی خود امروز راضیگی بیان میکنم و بازم میگم که بیشتر کار کنم و بیشتر راههایی که تا حال تای نکردگی تای بکنم. بهادر من تای 10 سال شد که میشناسم و به خاندان ما بسیار رفت آمدی نزدیک دارد، چون که با فرزندی من یار و برادران دوستن و من فکر میکنم که بهادر در جاده صنعت، در جاده آوازخوانی راه خود عنیق یافته است و راه خیلی نازک، راه خیلی مهربان، راهش مهربان است، یعنی به مهربانی به کسب خود نگاه میکند و هر یک نوایش بسیار به دل آدم تیز میشیند، چون که بهادر در انتخاب موضوع بسیار نقطه سنج و نقطه دان است. مرا میگفتن که او برادر تو است، هم فامیلی تو است، هم اونم غفورزاد است، شما هم غفورزاد هستین. من میگویم که بله، خرسند میشم که باز یک هنرمند بزرگ با اسم غفوری آوازدار شده است. وقتی که فکرمون را بیان میکنیم خیلی خوب گوش میکنن و من گفته نمیتونم که با او آسان تیز کردن میشه ارنجو کرد یا استاد. بهادر جان که امیل های آیلداری را، یعنی که در یک خانه، در یک محیط، در یک آیله به دنیا آمده است که در اون آیله هم محبت است، هم مهر است، هم عشق است، هم ترانه است و هم این چیزا را ما از بهادر جان در همین مدت 5 ساله است که کار میکنیم، فعالیت داریم دیدم. بنابراین یک کلیپی که از
سرود احمد زوید بهادر جان منوار میگرفتند. فرزند نخستین من مومین جان همچنین در اون کلیپ نقش آفریده است با دستگیری و کمک برادری عزیزم مومین جان، که این هم یک موفقیت، یک همکاری و باز هم میگویم که همون محبت و همون صداقت و همون وفاداری و همون قرابتی نزدیکی که من و بهادر داریم نشان میدهد. بهادر جان دوست نزدیک بهتری بود نیست، بهتر رو بزنید، من چی خیلی بیرد در کوه ها حافظی میکنم در یک رگیده یک رگیده. در اون مکتب خونی در یک گروهی یک دسته خود فعالیتی همکاری زیچ هم داشتیم. بهادر سرود میخوند، بسیار خوش میخوند و یک لحنی برای خودش بسیار مناسب. من البته سرود نمیخوندم، کم کم شعر خونی میکردم، برندگی میکردم در محفلو و یکونه سرودی که از بهادر در از اون مکتبی تا امروز به یاد من مونده است، این همون سرودی تا امروز هم مشهور خلقی سفید سفید روی یکی زیبایی تو بود که بهادر در همه محفلو همین سرود را زمزمه میکرد و بسیار خوبم زمزمه میکرد. و امروز افتخار میکنم که این دوستی من، رفیق من بهادر غفورزاد، یکی از شناخته ترین چهره های صنعت استراد تاجیک است، در راه انتخاب نمودهش موفق هم شده. با یک واقعه روی داد، یک وقتا با یک اتله جای لباس دوزی یک کار داشتم رفتم در اونجا، وقتی که در اومدم چی گزیت خونده استوده بودن، مجله در باره بهادر بود، بعد دیدم که یک دختر دوزنده اونجا لباس دختر استوده بود که استوده بود که چپا چپا گمزه. در یک محفلی مبارکی شادی یک برادر و دوستمون حضور داشتیم و همون شب و روز در خاندان من قدم مبارک مهمان نو را انتظاری میکشیدیم و بعد سپر شدن یک ساعت همون محفل به من یک خوشخبری رسید که همون لحظه من با بهادر خوب در حولی همون خاندان با هم صحبت داشتیم و همون لحظه به من سیم زدن و این خوشخبر رو رسانیدن که به خاندان شما مهمان نو آمد، یعنی در خاندان من باز یک پسرک دوست روی تولد شد. و با یک شنیدن، با یک خوشنودی و خورسندی و با همون لحظه های توفه تقدیر که از جانب یزدان پاک به خاندان من خصوصا برای من بود، من در جواب همون لحظه نام مبارک همون فرزند و همون طفل کوچک خاندان ما را با محبت و با صمیمیت بی اندازه بهادر نهادم. زندگی گاهی سردست و نرم است، زندگی با زندگی صد سال بدر اگر کنی سلطانی، آباد کنی هزار نقش مانی، از دور و گوهر اگر قصر سازی، بر تخت فرح نشینی و حکومت رانی، گر مال جهان همه به دستت باشد، هر روز اگر کنی 200 قربانی، یا صورت ابر نوبهاران گردی، باران به سر تشنلبان ریزانی، یا اینکه کلید قفل دنیا باشی، اسرار گران کشای با آسانی، با این همه قدرتت دانم هیجی، گر بی خبری زیالم انسانی. انمین بهادر انمین عالم انسانی را دارم. البته هر یک دوست و رفیق و برادر که شدی یا که یک جو که کلان شدی، یک قصه زندگی داره، زندگی از سر میگذرونی. من یک روز راستیگه خانه بهادر جان آمدم و او همراه یه رامشگرش در خانه بود، دیدم که بسیار گرم تابستان خسته هستن، با من پیشنهاد کردم که بیا بهادر جان من تو را به نوغه ورزاب میبرم. گفت برای چی؟ من گفتم او بازی میکنی، لبی دریا استراحت میکنی. گفت مایلا شکه من ماشین تیار بود، راست دیگه بهادر جان قطعی رامشگر گرفتم ماشین دا بار کنم، لبی دریا ورزاب نیم خونه خودم بودم، چون که جا من خونه بنیاد کرده ایستاده بودم و اونجا باید که نه کمتر از 100 عربه خاک کشیدن لازم بود و او همون روز استراحتی بهادر جان در خانه من با عربه خاک بسیار نه گذشت.
یک خصلتی خوب داره که مثلا هم یک کس وعده کنه مثلا اگه هر کس هم وعده نمیکنه مثلا ساعت 1 2 مثلا اکوشا میگه کی مثلا اکا جون من تو ساعت 2 ده نگاه میکنم ساعت 2 میشه ای نگاه میمری نه ساعت 14 بعد تلفن میکنی هوز اکا جون ای دوش بروم همه هنرمند اووزخون وقتی که در صحنه برآمد میکند یا در نمایش تلویزیونی ثبت میشود کوشش میکند که با ابراز وارد شود وابسته به متن همون سرود یا متنی که اجرا میکند وابسته به همون خود را در صحنه نگاه دارد در مثال بهادر در همه سرودهایی که اجرا میکند یک خاراکتری بسیار عجیب دارد بسیار سرودهای مهین میخواند و یک شخصی است که در نظر چنین میتواند که به دل کسی آزار نمیدهد باور کنید که در حیات همچنین بس آغر نقل کرده از خون شراب آهست آهست یک روز یک کارگلی با کارخانه لباس دوزی رفتم یک لباس رو باید میدوختم در اومدم که یک سه چهار دختر یک شیشتگی لباس دختری ساده بودن و در دست کدامش یک مجله بود که در باره بهادر چیزی نوشتگی بود در اونجا صحبت کردن خونده ساده بودن که من دیدم که یک دختر انا بسیار غمگین شیشتگی است گفتم که برای چی دختر غمگین است گفت که بسیار مخلصی بهادر است دیدم که گریه کرد شخصا دیدم که گریه کرد گفتم که تو بهادر رو دوست می‌داری گفت ها دوست می‌دارم گفتم لوبوف گفت نه لوبوف نه اون یکم چون هنرمند من بهادر رو دوست می‌دارم سروداش رو گوش می‌کنم بسیار دوست می‌دارم شخصا دوست می‌دارم ال اوله من گفت بهادر رو دوست می‌دارم با من وعده کردم گفتم که من نصیب باشه سه روز پس بهادر رو قپیده اوورده در پیش شما همراه شما با صحبت دیگه در کسیتش با برای شما که دیس یا کسیتش شما در توفه میکنم لیکن من کارا نکردم من وعده خلافی کردم با بادور گفتم که همین خیلی انا مخلص شما بسیار شما را دوست میدارم بسیار از تحت دل که برای شما گریه کرد شما را دوست میدارم میریم یک روز همراه زیارت میکنیم گفتم که مرلا این روز بادور در آلبومی جدید خود همه سرودهای خود را به تصویر آورده و این کاری بهترینه چونکه حاضر زمانی تصویر است و باید ما همیشه آهنگای خودمون را هم مثل میگیم که با تصویر بیاریم و ویدیو کلیپ بسازیم و من امروز خرسند هستم که بهادر با این بردباری ها صاحب شده است و ما همیشه دعاگوش هستیم و همیشه دادری عزیز بود برای ما لیکن من باوری کامل دارم که اگر به جای بهادر غفورزاد باز یک هنرمند میشم من بسیار هنرمند رو میدونم بخصوص هنرمند های جوان هم. یک دو سرود ثبت میکنن و فکرشان که تمام علاکه عالم در زیر قنات آنها و همه علاکه از آنها وابستگی زیاد دارم لیکن یک خطاگی محض است و بردی بهادر غفورزاد در همین است که بازم اون که چقدر که مثلا سرودها رو ثبت کرده چندین آلبوم ها رو برآورده است حالم بینید همون خاکسار گویا که یک بچه شرمگین و گویا که بار اول به صحنه میبرم باشد بهادر به خود یک شعار گرفته است بزرگ فرموده که در گلستان نه بهار و نه خزان میماند ثمر باغ تو نیکیست همان میماند و نیکی همیشه همسفرش هست و میخواد نیکی کند میخواد برادری کند میخواد که بیشتر و بیشتر در خدمت باشد در خدمت یار و برادر و دوست و خیش و تبار باشد در آلبوم های گذشته که مردم گوش کردن سرودهایی که گریه مکن و یک چند سرود دیگر با بهادر جان ایجاد کردیم به درجه پروفسیونالی خواند بهادر جان برای همین من بهادر رو خیلی دوست دارم هیچ وقت در آهنگاش عذاب نکشیدم بسیار بچه سخن میفهمیدگی است با مسیحیت است و در بسیار ترانه ها دستگیری کرده است و به قبیله که مثل ترانه بیگو بیگو میمانی ما همانی آقای صدرالدین بسیار عذاب میکشدیم یک لحظه بود که عذاب کشدیم و فقط از بهادر جان خواهش میکردم که بیایم اینجا شب جوش خیلی ببینیم اینجا شب خیلی ببینیم و همو مصرای اخیر که خدا عاشق چرا از درد و غم رها ندارد بیا ببین در سر و پا غصه هایم و همین مصرها را با کمک هم بهادر جان دریافتیم از تجربه خود میگم که مهارت اوز خوندن مثل یک ورزشگر وقتی که از ورزش میمونه وقتی ورزش نمیکنه چی میشه سوس میشه و هنری سرندگی هم همیشه طلب میکنه باید همیشه با آواز خود کار کنی و همیشه وقت بیابی که
وقتی که تو در اونجا کار نداری باید نمیتونی بسرایی بیزار در تنهایی هم بسرا و همیشه آواز خدا تکمیل با سراییدن میشه و بهادر آواز خوب داره و روز به روز آواز خاصی خوشه پیدا کرده است چون که آهنگ هایی که میسرایی خاصی خوشه اول چی سخنی کنی قبول میکند و خنده های بینهایت ما تکرار دارد از وقتی که من وسیگا با برادر عزیز و بهادر جان شناس شدم من فکر میکنم که خطا نکردم چون که با انسانی دوست شدم که انسانی نتکرار اگر گویم در بین بسیاری صنعتکاران امروزه خطا نمیکنم گفتم خدا را بخشای تو ما را در چندین محفل ها شاهد هستم که وقتی بهادر داخل این محفل یعنی میشد هوادارانش با صدای اکی بهادر بهادری غفارزاد گفته نزدش می دویدند با گلدسته ها و امضاها می گرفتند برای شناسایی با بهادر هر یک کس بخودش خاص دارد است بهادر بخودش استیل میگن هم استیلی خودش دارد برای همین هر یک کس اگر تو استیلی خودش اگر نداشت باشه باید جورا نمی رسد بهادر جونمو هم استیل داره هم کوسه که کوسه خودش او خود میخره برای همین خوراک با مزه باشه وقت باش جون اوش شود بهادر همچون ورزشگر خوب میشناسم چون که من شخصا خودم مخلص فوتبال که هستم رو بیشتر از هنرش با فوتبال بودیش ما خیلی قدر کردگیم اگه در آینده آرزو دارم که اگر رواده اگر ما دسته تاجیکستان اگر سرمربی شم حتما من بهادر غفورزاده حتما من لینی پالوزشی تا میمونم حتما هرچند من میدونم که خوب بازی میکنه نکه ای طرف چپ نپادایش صدر الدین نجمی نمیمونیم بعد کوشش میکنیم که رستمین را قفا مونیم که برای که بسیار وقت میتونن توپ را اوت روی کنن را بگم خدمت بهادر جان همه خد شخص عضو کی همه خد نگاه کش میخنده در بدش یگان کینه ندارم اون خنده هایی که در لمان بهادر هست اگر من بینی بهادر جان اون تبسم هایی که در لب داشت یا اینکه اون میخندی کو پست تکده باید خیلی میزیبد محبت در چشم نیست محبت در دل است با بهادر تنی صحت با اهل و ایلش خوشبختی و با کارهای ایجادیتش موفقیت های بینی هایت به پایان رو تمنا میکنم برای بهادر هنری بهادرانه تمنا میکنم میخواهم که در جاده صنعت در جاده هنر با بلندترین قله ها با قله مراد و با اون چیزی که قلبش میخواهد برسد خداوند به او قد و قامت داده حسن هم داده آواز هم داده میخوام که همون وقت در قفای آواز حسنش کار کنم این باشی برای دودر عزیز بهادر جان در کارهای ایجادیاتش تمامی سربلندی ها و خورسندی ها آرزومند شیرینی زندگی در زندگیش و میخوام که همیشه خوشبخت باشد بهادری من بهادری ما بهادری مخلصانش بهادری پدر و مادر بهادری یار و دوستانش بهادر با تو در راه صنعت در راه خیلی سختی هنرمندی بردباری ها خدایا با بهادر جان من اول سلامتی میخواهم میخواهم که در صنعت نمایان باشد چون ستاره من بسیار هم باوری دارم با بهادر جان و میخواهم که الهیم صحت سلامت باشد و با قله های بلند صنعت رسد بدون همیشه همین صدا شیرین باشد ما فخر میکنیم حتی عشق میریزیم که جوانو رو در کنار مون داریم الهی همیشه موفق باشد زنده باشد و من امینم که در ردیف دیگر مخلص ها منم مخلص بهادر جان هستم با اون در آینده سربلندی خانه آبادی تمنا دارم و این سالهای بزرگ داشته که در پیش است اینها را هم بهادر جان به نظر گیرد و یک سرودای تقدیم کند که امروز که بیرون از کشور یعنی ثبت های بهادر جان را گوش میکنند و بازم معنویات فرهنگ ملت ما را هم به فارسی زبان های روی دنیا و هم به دیگر یعنی جهان شناخته گرداند از خدای بزرگ آرزو دارم که
چی خوشی‌هایی که در این راه هنر نصیب یک هنرمند میشه، من با بهادر جون اینا آرزو میکنم و بگذار که اوزه بهادرم رو از دوری های دورها همیشه بشنه. دروازه ها به حساب در راه هنر و آرزو دارم که هر یک دروازه را به خوشی و خرسندی بهادر جون برای خودش باز کنه و ما همچه استاد هر چی که دست مون اومد در برش هست. آرزو دارم که ان شاء الله در آینده با مونند ما هم خداوند ان شاء الله حاجی بشه. خداوند مهربان است، هر چی که به ما داد در صحنه و در کدام کاری نمیشه از دادی خداوند است. ان شاء الله که هر یک نیت از منیت که باشه ان شاء الله خداوند به نیتش میرسونه. خیر ان شاء الله که چی مرادی چی مقصدی در جدی صحنه داره به مرادش برسه. دائما روبرو با مخلصهایش باشد و یک عمر دوستدار صنعت باشد و در صنعت بماند. بهادر جان در کارهای تو در آینده موفقیت ها تمنا دارم. بهادر در هر محفل، در هر گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از آن که باشد هم در خاندان من همیشه همراه من است. بازم برای موفقیت در جاده هنر و استعداد به بهادر جان تمنا می کنم. سطح نام خیشتن در سنگ خارا شهر نیست زنده آنامه که در دل های مردم جا شود. من باوری دارم که بهادر جان با سرودهای نو و تازه در دل مردم با زیادتر جا می شود. بهادر غفار زاد می خواهی که این جهانی باشی، می خواهی که همه دنیا حتی سیاه پوستان هم گوش کنند. پروردگار همه بهادر غفوری ما را امید بر آب راهی بفید برای کار. همه علمام های نو به نو و پروردگار خواهانیم که پیزبر عدویت کنن و روی فهمی فاشق برارم. الله اکبر. ببخشین از ساعت چهاری سهر ما اینجا آمده، از ساعت چهاری سهر به این منزیر مکان آمده کلیپی بساغه رو ثبت کرده ایستاده این. خیلی بساغه زندگی زندگی کلیپ یسره تل دیوش کو دادو جون دادو جون بابا کنی بابا بابا سر ایش بیو اینا تا دا پیش. السلام علیکم. بوسی اگر سی خاموشم دیگوزاشت در تلاشی قسمتون اومسون بوسی کو شدم رو ترکابو موینا پیدا شدن در شدم را ترک گفت نوی نو پیدا شدن در خفتی شد. شب خیر شب خیر شب خیر شب خیر
در همین منزل و مکان کلیپی پوچای خوبان ثبت شده است و اینجا رو ما معقول دانستن باز اومدیم که کلیپی زندگی رو یک لحظه‌اش رو بر اومدن افتاب رو ثبت کنیم. چراغ عشقی من در زندگانی، عشقی تو طلوعی